مگر با درود و سلام و پیام دو کشور شود زین سخن شادکام بله با بندی عربیش بیتی از فردوسی بزرگ شروع کردم نگید نگیم یکی دیگر از چرایی های این که نگید نگیم چرا نگید نگیم اینه که سرگذشت فرمان روایی ها رو در کشورمون در سرزمینمون ایران بررسی میکنیم میبینیم که زبان ما دستخوش خوش آفت ها و دست رازی های بیگانگان شده چه زبان اونها زبان دربار و زبان دیوان فرمانروایی روایی اونها بوده دویست سال عرب ها نزدیک به کم و بیش هفت صد سال دودمانهای گوناگون ترکمنها ها و پس از اون هم دوران صفویه و آجاریه زبان ترکی آذربایجانی زبان دربار و دیوان و پادشاهی بوده و زبان مردم زبان فارسی همه اینها رو که در کنار هم بگذاریم و بررسی کنیم می که زبان ما خب ناگزیر در آمیخته شده آمیخته شده با زبانهای بیگانه و چکام سرایان ما یا عربیش شاعران ما که شاعران خودش یک واژه عجیب و غریبی ساخته شده بر ساخته شده این رو هم بگم که زبان ها میگن زبان مثل موجود زنده رشد و نمو میکنه و در این رشدش میده و میگیره واژه رو میده واژه رو میگیره خب چه باید بکنیم این رو میپذیریم به عنوان یک کسی که به زبان فارسی سخن میگیم آیا زبان رو همینطور رها کنیم یله و بگذریم واجه های ترکی که ترکیه مغولی که در زبان ما جا خوش کرده همونها رو به کار ببریم واجه های عربی رو همینطور به کار ببریم خب نمونه های دردناکی وجود داره امروز نه مردم که گویندگان که کار ما، نگوینده های خامه دست به دست ما و تازه کار ما. واژههایی رو به کار میبرند که دردنا به من به عنوان یک کسی که سالها گویندگی کردم نه به عنوان یک شهروند فشار میاد به عنوان یک کسی که گوینده فارسی زبانم دارم از این زبان، استفاده میکنم عربیش بهره میبرم فارسیش فشار میاد بهم به چرا چون میگم که شما یه گوینده کهنسال کهنه کار ما کارآزموده ما در رادیو صدا و سیما شما دیگه چرا میاد میگه ناچارن هفته گذشته گفته بودیدم بسیار هم دوستشون میدارم استاد هستند لغزش زبانی ها از دستشون در رفته از دست من هم در میره من در همین برنامه نگید نگیم که آهنگ این رو دارم عربیش قصد این رو دارم که حالا حالا ها اکنون ها بهش بپردازم و دوستم شما هم رو در روی من بیستید در این برنامه و با هم چالش کنیم با هم چالشی رو برگزار کنیم دوستانه در باری زبان پارسی خب چرا باید اینجوری باشه من هم ممکنه لغزش کنم و میکنم اما میام در همین بخشی که کامنت یا پیامه میگذارم میگم من خودم خودم رو دوچار چالش میکنم و میگم اینها رو به نادرستی در لغزش زبانی به کار بردم و کوشش کنم دیگه به کار نبرم بنابراین در این بخش به این بپردازم که واژگان فارسی تنوین ندارن آقا خانوم برادر خواهر تنوین به واجه های فارسی نیفزا تنوین نذار در سر واژه ته واژه که حالا بر روی ما در پایان واژگان این رو اضافه میکنیم نکنیم این رو اضافه کردن باز عربیه نیفزاییم نگذاریم در پایان واژه تنوین تنوین کار درستی نیست به کار بردن تنوین در واژگان فارسی و آمیختنش با واژگان فارسی کار درستی نیست بیایم این رو بهش ارج بنهیم ارزشمند بشه برامون این بشه نگرانی عربیش دغدغه و نکنیم این کارو برای نمونه خواهش چرا میگی خواهشن خواهش میکنم این کارو نکنید خواهش میکنم اون کارو بکنید خواهش میکنم اینو اینجا نگذارید خواهش میکنم اونو اونجا بگذارید خواهش میکنم به چارچوب عربیش حریم احترام بذارید عربیش ببینید همین واژه عربی رو که به کار میبریم ساختار زبان فارسی و ساختار فارسی سخن گفتن رو داریم از بین میبریم چرا چون همین همینجا نگاه کنید من باید بگم که به چارچوب کسان به چارچوب خودمون احترام بگذاریم وقتی احترام رو به کار میبرم اینطوری میگم اما اگه قرار باشه بگم پاس بداریم جور دیگه ای باید بگم چارچوب زندگی چارچوب هر کسی رو پاس بداریم ساختار دیگرگون شد یا عربیش تغییر کرد بنابراین شش دقیقه سخن گفتم بیشتر این رو در این برنامه بهش نمیپردازم و از شما میخوام خواهش میکنم واجه های پارسی رو بهش تنوین نیفزایید بر روی واژگان فارسی تنوین نگذارید خواهشن نداریم ناچارن نداریم گاهن وای 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 گاه واژه زیبای پرکار برد دارای بسامد فارسی است بهش تنوین نیفزایید روش تنوین نگذارید آقای گوینده آقای سرپرست آقای خانوم خواهر من برادر من نکنید نگید نگیم